سلام خدمت شما فوتو بهمنی های عزیز، من با یه آموزش دیگه دوباره در خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوام به شما روش حذف بک‌گراند رو آموزش بدم. این آموزش میتونه برای دوستانی که DTF کار میکنن و چاپ DTF رو انجام میدن خیلی مفید باشه، پس حتما تا انتها همراه من باشید. مثل همیشه فضای کاری ما فتوشاپ هستش. من از فتوشاپ ورژن 2020 استفاده می کنم، 2020، و این نکته رو به خاطر داشته باشید که این موردی که دارم به شما آموزش میدم ممکنه توی ورژن های قدیمی تر فتوشاپ وجود نداشته باشه، پس فتوشاپتون باید آپدیت باشه. برای این کار من وارد فضای فتوشاپ میشم، عکس‌ها رو وارد فتوشاپ میکنم. خب من قبلا عکس‌ها رو وارد فتوشاپ کردم. ما از منوی فایل گزینه اوپن رو انتخاب میکنیم و یا اینکه راحت ترین کار اینه که عکس رو بگیرید، به این صورت به داخل فضای فتوشاپ بکشید و اینجا رها کنید. خب من دو تا تصویر برای شما انتخاب کردم، یه تصویر با بک‌گراند تقریبا طرح‌دار و عکس بعدیمون بک‌گراندی ساده. دو تا روش قراره به شما آموزش بدم، دو تا تکنیک متفاوت. اولین کاری که باید بکنیم، همونطور که میبینید اینجا بخش لایه‌ها، لایه‌مون قفل هستش. در ابتدای روی اون قفل کلیک میکنم و قفل باز میشه. این بالا برای من هستش. به منوی پروپرتیز میرم. اگر براتون تو بخش لایه‌ها باز نیست، به قسمت به منوی ویندوز برید و از اینجا تیک پروپرتیز رو روشن کنید. ببینید من الان خاموش کردم، از بین رفتش. وقتی که میایید پایین نوارکه رو بکشید، میبینید توی کویک اکشن ریموو بک‌گراند رو نوشته. روی ریموو بک‌گراند میزنم، چند ثانیه صبر میکنم و هوش مصنوعی فتوشاپ به صورت اوتوماتیک وار خودش با یک کلیک تمام بک‌گراند رو برمی‌داره. میمونه یک سری ریزکاری ها مثل این قسمت ها که هوش مصنوعی فتوشاپ اینو جواب نداده و نگرفته. هیچ کاری نداره. به بخش نوار ابزار مراجعه میکنم. بخش اریزر یا کلید میانبر ای رو میزنم. ماجیک اریزر رو میزنم. یادتون باشه روی لایه عکستون سلکت باشه، چون با ریموو بک‌گراند یه حالت ماسک براتون به وجود میاد و باید روی این بخش عکستون سلکت شده باشه. زوم میکنم و این بخش هایی که سبز بود رو و بک‌گراند داره رو حذف میکنم به این صورت. خب من میخوام این تیکم بمونه، نمیخوام حذفش کنم، چون وقتی که حذف میکنم تصویر جالبی به هم نمیده و همچنین این قسمت رو. این الان میتونه یه طرح تقریبا مورد قبول ما باشه و بدون بک‌گراند برای چاپ هایی مثل چاپ DTF که تمامی عکس ها باید PNG چاپ بشن. خب بریم سراغ عکس بعدیمون. شما این رو میتونید از طریق هم میتونید از ریموف بک‌گراند برید و با یک کلیک بک‌گراندش رو بردارید و یا از منوی سلکت سابجکت همین کار رو انجام میده، ولی این نزدیک تره. خب بریم سراغ عکس بعدی. عکس بعدیمون به این صورته. قفلش رو بر میداریم و از این قسمت سلکتش میکنم و کویک اکشن ریموو بک‌گراند رو میزنم. اتفاقی که اینجا افتاد رو یه بار دیگه با هم دیگه تماشا میکنیم. این قسمت گل رو دقت کنید. اگر متوجه بشید وقتی ریموو بک‌گراند رو میزنم، در واقع هوش مصنوعی فتوشاپ هر رنگی که نزدیک به رنگ بک‌گراند باشه رو برای من حذفش میکنه. پس اینجا یه کار خیلی راحت‌تر و ساده‌تر میتونم انجام بدم، چون یه بک‌گراند یک دست دارم. کلید میانبر ای رو میزنم، وارد بخش اریزر میشم، ماجیک اریزر رو بر میدارم و یک بار روی بک‌گراندم کلیک میکنم و ببینید هیچ کدوم از این گلا و برگا رنگشون حذف نشد. یه سری ریزکاری ها میمونه، مثل این یقه
پیراهن و الان ما یه تصویر بدون بک‌گراند و ترتمیز داریم. دوستان عزیز، امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید و یا نیاز به آموزش خاصی دارید، در کامنت حتما با من در ارتباط باشید. و فراموش هم نکنید، اگر فکر میکنید که این آموزش میتونه برای دوستانتون مفید باشه، حتما براشون ارسال کنید. اگر خود برای اینکه خودتون گمش نکنید و دوباره بتونید مشاهده کنید، حتما سیوش کنید. و ممنونم که تا انتها همراه من بودید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.